بذارید ازتون یه سوال بپرسم. چه چیزی باعث میشه که شما این شرورها یادتون باشه حتی بعد از گذشتن سالها از زمانی که شما این بازی ها رو انجام دادید؟ حالا یه سوال دیگه، این شرورها رو اسمشون رو بلدید؟ به احتمال زیاد جوابتون باید نباشه. خب چرا بعضی از شرورها به یاد موندنی میشن و بعضی از اونا خوب از آب در نمیان؟ اگه میخواید جواب این سوال رو بفهمید تا آخر این ویدیو از کانال ورد آف فکس با ما همراه باشید. مثل هر چیز دیگه ای توی دنیا، شرورها هم دستبندی خاص خودشون رو دارن. به صورت کلی شما میتونید این شرورها رو به دو دسته تقسیم بکنید: شرورهای مکانیکی و شرورهای روایتی. شرورهای مکانیکی فقط یه هدف دارن: بهبود گیم پلی. سازنده ها به این دلیل از اون استفاده میکنن تا شما مجبور بشید از مکانیزم های بازی استفاده بکنید، فرار بکنید، بپرید، جا خالی بدید، تیراندازی بکنید و از این دست کارها. کلی هم از این نوع شرورا وجود داره. باوزر توی ماریو، نمسیس توی رزیدنت اویل 3، گنن توی لژند آف زلدا، دکتر وایلی توی مگامن. اما شرورهای روایتی هدفشون جلو بردن داستان بازیه. اینکه شما درگیر سناریو بشید، اینکه دراما درست بکنن، اینکه برای شما سوالهای اخلاقی ایجاد بکنن. این شرورها شخصیت پردازی پیچیده دارن، انگیزه های خاصی دارن. این شرورها میتونن کاراکترهایی مثل بیگ باس، اندرو رایان و یا سافیراس باشن. اول بریم در مورد گروه اول صحبت بکنیم، شرورهای مکانیکی. این شرورها اونقدر قرار نیست پیچیده باشن و توی ذهن شما سوالهای فلسفی ایجاد بکنن. در واقع میشه گفت اونا فقط قراره باس آخر باشن. با توجه به نوع بازی شما، اونا میتونن کمدی باشن، پلیدی خالص باشن، یه نابغه دیوونه و یا هیولای متوقف نشدنی. مهمترین چیزی که در مورد شرورهای مکانیکی وجود داره اینه که اونا باید شما رو به چالش بکشن. در آخر تنها چیزی که توی یک باس فایت مهمه اینه که مهارت‌های شما رو اندازه‌گیری بکنه. آرنستین و اسمات توی دارک سولز 1 برای 90% کاراکترها که از داستانشون اطلاعی هم ندارن شرورهای به یاد موندنی هستن. چرا؟ چون یکی از به یاد موندنی‌ترین باس فایت‌ها رو دارن. حالا اینکه شما این شرورهای مکانیکی رو چجوری درست بکنید، همونطور که اشاره کردم به این بستگی داره که فضای بازی چطوره. اگه بازی شما فضای رنگی و شاد داره، شرور شما میتونه کارتونی باشه، زیادی باهوش نباشه و اشتباهات شماها رو بخندونه. کلی از این شرورها توی بازی‌های پلتفرمی به چشم می‌خورن. باوزر توی ماریو، اگمن توی سانیک، گرانتیلدا توی بانجو کازویی، کینگ کی رول توی دانکی کانگ و یا رایلی توی مگامن. اما اگه بازی شما فضای بزرگسالانه و سنگین‌تری داشته باشه، شما باید از شرورهایی استفاده بکنید که نشانگر پلیدی خالص باشن. چرا که اینطوری پلیرها وقتی دارن با اونا مبارزه میکنن، حس قهرمان بودن بهشون دست میده. دیابلو توی سری بازی دیابلو یه نمونه مناسبه. اهریمن توی بازی شاخ‌زده ایرانی و یا لاوس توی کرونوتریگر. اینطور بازها معمولاً توی بازی‌های MMORPG خیلی خوب جواب میدن. مثلا توی وارد آف وارکرافت وقتی 10 نفری داری توی یک رید با یک باس مبارزه میکنید، پلیرها باید از همه مهارت‌هایی که در طول بازی یاد گرفتن استفاده بکنن تا باس رو شکست بدن. در همین حین باید این حس رو داشته باشن که پلیرهایی که هنوز به اندازه کافی ماهر نشدن نمیتونن این کار رو انجام بدن. به همین دلیله که برای ساخت اینطور شرورهای مکانیکی نویسنده ها از موجودات بیگانه و شیاطین قدرتمند برای نابودی انسانیت استفاده میکنن تا این حس رو به پلیر بدن که این موجود رو هر کسی نمیتونه شکست بده. دومین موضوع مهم در ساخت شرورهای مکانیکی اینه که پلیرها بعد از شکست دادنشون حس رضایت قابل توجهی رو به دست بیارن. بالاخره قدرت هر قهرمان رو میشه با توجه به دشمنایی که شکست میده سنجید. اینجاست که طراحی این کاراکترها خیلی مهم میشه، چرا که نه تنها اونا باید ظاهر تهدید برانگیزی داشته باشن، بلکه اونقدر چالش برانگیز باشن که شما برای شکست دادنشون از همه مهارت‌هایی که به دست آوردید استفاده بکنید. اگه شما به باوزر نگاه بکنید، اون از هر کوپا یعنی همون لاک‌پشتای داخل ماریو گنده تره و غلبه کردن بهش از هر دشمن دیگه داخل بازی سخت تره. شاید دکتر وایلی خودش یه پیرمرد نحیف و ضعیف به نظر برسه، اما هر دفعه که باس فایت شروع میشه اون توی یک جور ماشین خیلی گنده ظاهر میشه، ماشینی که از همه رباتایی که تا حالا دیدید گنده تره. یا مثلا نمسیس رو با بقیه زامبیا توی رزیدنت اویل مقایسه بکنید، همون لحظه که اون رو میبینید میفهمید که این قراره پدرتون رو در بیاره. اما آخرین چیزی که برای ایجاد شرورهای مکانیکی مهمه اینه که سازنده ها یه دلیل بیارن که چرا شما همون اول نمیتونید با اونا مبارزه بکنید. شاید اونا یه ارتش بزرگ دارن که باید اول به اون غلبه بکنید، یا اینکه یه قلعه بزرگ که خودشون رو اونجا مخفی کردن، یا اینکه یه 1000 توی مرگبار با کلی تله وجود داره.
یه چیزی وجود داشته باشه که شما اول باید بهش غلبه بکنید تا بعد سراغ شرور اصلی برید. اینطوری سازنده ها میتونن بقیه بازی رو توجیه بکنن. اگه همون اول شما بتونید شرور رو شکست بدید که اصلا دلیلی نداره یه بازی 10 ساعت طول بکشه. تصور بکنید که شما توی اسکایریم همون اولی که الدوین اجدای اصلی میاد سراغتون اون رو شکست بدید. چقدر ضایع میشد. به صورت کلی به نظرم میتونیم ادعا بکنیم که سازنده ها در خلق کردن شرورهای مکانیکی مشکل خاصی ندارن. این شرورها از همون دوره ظهور بازی های ویدیویی وجود داشتن تا همین الان. چیزی که خلق اون میتونه واقعا سخت و چالشی باشه و بازی های زیادی طی درست کردن شکست خوردن شرورهای روایتی هستن. برخلاف شرورهای مکانیکی، اونا نمیتونن فقط پلیدی خالص و یا یک کاراکتر کمدی باشن. اونا فقط به عنوان باس آخر یادتون قرار نمیگیرن. مثلا توی بایوشاک شما اصلا با اندرو رایان مبارزه نمیکنید. توی یک کاتسین به حسابش میرسید. دلیل حضور این شرورها داخل بازی اینه که دنیا رو باورپذیرتر بکنن. اینکه به شما انگیزه بدن تا شکستشون بدید. متاسفانه خیلی از بازی‌ها توی جایی که شرور روایتی نیازه از شرور مکانیکی استفاده می‌کنن. دوباره توی بایوشاک میتونیم به اطلس اشاره بکنیم، جایی که توی مرحله آخر به عنوان یک باس جلوتون قرار می‌گیره و یکی از ضعیف‌ترین قسمت‌های اون بازی رو رقم می‌زنه. برای اینکه شما یه شرور روایتی جذاب داشته باشید، باید به این سری سوال جواب بدید. اولیش به نظر کلیشه‌ای میاد، اما بدون شک مهم‌ترین سواله. انگیزه شرور چیه؟ چه چیزی اونا رو به جلو می‌رونه؟ هیچ کس صرفاً به خاطر اینکه بده تبدیل به شرور نشده. حتی معروف‌ترین دیکتاتورهای دنیا هم برای کارهایی که میکنن یه دلیل دارن. دقت داشته باشید که دلیل دارن ها. این به اون معنا نیست که دلیلشون درسته. در بیشتر موارد اشتباهه. اگه شرور شما انگیزه داشته باشه، هر صحنه‌ای که اون توش وجود داره بر اساس انگیزه شکل میگیره. یکی از مهمترین دلایلی که تانوس توی اونجرز انقدر موفق بود به خاطر انگیزش بود. اون همینطوری نمیمد بخواد دنیا رو نابود بکنه. اگه شرور انگیزه باورپذیر نداشته باشه، اون به هیچ عنوان نمیتونه به یک کاراکتر واقعی تبدیل بشه. والکر توی فارکرایس به خاطر نداشتن انگیزه درست و درمون به هیچ عنوان نتونست به موفقیتی برسه که وصف رسیده بود. اگه یک کاراکتر انگیزش مشخص باشه، شما میتونید بفهمید که رفتار اون توی صحنه ها چقدر تغییر میکنه. به عنوان مثال کرفیوس توی دراگون ایج اینکوزیشن هدف اون این بود که کاراکتر اصلی یعنی شما رو بکشه، اما وقتی بلندتون میکنه و به جای کشتن پرتتون میکنه با انگیزه ای که داره نمیخونه. این که فقط به زبون بیاریم که یک شرور چه انگیزه ای داره کافی نیست، باید اون رو نشون داد. این که بگیم ماکاروف حاضر دست به هر کاری بزنه تا با آمریکا مقابله بکنه کافی نیست، اون رو باید با یک کشتار دست جمعی نشون داد. بهترین کار برای اینکه شرور خودتون رو معرفی بکنید. دیدی توی خیلی از بازی ها و یا فیلم ها یه صحنه وجود داره که شرور براتون 5-6 دقیقه پای منبر میره که چرا داره دست به این کارا میزنه. خب یه شرور اگر درست نوشته شده باشه نیاز به این کارا نداره. همون کارهایی که انجام میده به جاش صحبت میکنه. اینکه کاراکتر مونولوگ داشته باشه بد نیست، مثل اندرو رایان توی بایوشاک، ولی این دیالوگا نباید مصنوعی باشه. دقت داشته باشید که هیچ کس خودش رو به چشم هیولا نمیبینه. اونا فکر میکنن که دارن بهترین کارو انجام میدن. حتی تروریستا، دیکتاتورا و گنگسترها رفتار خودشون رو توجیه شده میدونن. به همین دلیل بهتره که شرور یک بار از دیدگاه خودش در مورد اتفاقات نظر بده، مثل کاری که بیگ باس انجام میده. مثلا اون میتونه این کار رو زمانی بکنه که میخواد یک نفر رو وارد گروهش بکنه یا اینکه میخواد قهرمان رو قانع بکنه بهش بپیونده. دقت داشته باشید که بهترین شرورها اونایی هستن که ما باهاشون همزاد پنداری میکنیم. هایزنبرگ توی بریکینگ بد چرا انقدر طرفدار داره و مورد تقدیر قرار میگیره؟ چون ما میدونیم که تحت فشار مالی بودن چه حسی داره، اونم وقتی که توی زندگی همیشه درست کار بودید. اگه هدف هایزنبرگ مثلا این بود که میخواست با درست کردن شیشه جامعه آمریکا رو نابود بکنه، هیچ کس بهش احترام نمیذاشت. وقتی شما همچین شرورهای خلق میکنید، پلیر با خودش فکر میکنه آیا کاری که من دارم میکنم درسته؟ سیزار توی فالات نیو وگاس یکی از بهترین مثالهایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم. اون یک دیکتاتوره، اما آیا واقعا میشه دنیای فالات رو با دموکراسی اداره کرد؟ سوپرمن توی اینجاستیس یک رژیم سلطه‌گر درست کرده، اما آیا فقط زندانی کردن مجرمین توی دنیای دیسی تا حالا جواب داده؟ وقتی یک شرور بتونه این سوال‌های اخلاقی رو برای ما ایجاد بکنه، اون موقع است که تبدیل به یک شرور عالی شده. یکی دیگه از چیزایی که خیلی میتونه به باورپذیرتر کردن یک شرور کمک بکنه، اینه که به اون یک نقص بدید. یه اتفاق تلخ، یک تصمیم سخت در گذشته که باعث میشه اون به این راه شر قدم برداره. مثلا دکتری که توی لستاباس میخواد الی رو عمل بکنه و میدونه اون میمیره، اما این کار به درمان یک بیماری که کل دنیا رو درگیر کرده کمک میکنه.
مثل گروه گری واردن ها توی دراگون ایج اینکوزیشن که به خاطر از بین بردن بلایت، بلایی که دنیا را تا مرز نابود برده، حاضرن خودشون رو قربانی بکنن. اما این کار باعث میشه یک شیطان باستانی وارد دنیا بشه. اضافه کردن این ویژگی ها نه تنها میتونه به بهتر شدن شرور کمک بکنه، بلکه دنیایی که خلق کردید رو هم باورپذیرتر میکنه. اما نکته آخر اینه که نیازم نیست همیشه شما یک شرور داشته باشید تا داستان شکل بگیره. بعضی وقتا مانعی که جلوی کاراکتر اصلی قرار میگیره یک فرد، هیولا و یا گروه نیست. گاهی درگیری با یک مفهوم میتونه روایت رو جلو ببره. توی بازی فوق‌العاده سلست مقابله با افسردگی مانع شماست. یه خیلی وقتا این کارهای ما هستن که در نهایت یک شرور درست میکنن. داستان آرتاس توی وارکرافت 3 یکی از بهترین مثال ها میتونه باشه. یه شاهزاده که برای نجات جون مردمش خودش رو نفرین میکنه و تبدیل به شرور میشه. متاسفانه درست کردن یک شرور روایتی همونطور که بهتون گفتم خیلی سخته و در سالهای اخیر کمبود اونا رو کاملا میشه حس کرد. به جای شرور روایتی، بازی‌ها یک شرور مکانیکی رو به عنوان باس آخر جلوی ما قرار میدن و همین، هیچ تلاش دیگه‌ای نمی‌کنن. و خب اینا چیزاییه که میتونه یک شرور رو تبدیل به یک شرور عالی و به یاد موندنی بکنه. اگه شما هم نظری دارید حتما توی کامنت ها بهش اشاره بکنید. در هر حال اگر به ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو می‌کنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار. Thank you.